در پی برخوردهای خشونتبار میان ملیگرایان اوکراینی و نیروهای پلیس در روز دوشنبه در برابر پارلمان این کشور سه نفر کشته و بیش از نفر زخمی شدند. در همین حال روز سهشنبه پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از بیمارستانی که نیروهای زخمی پلیس در آن بستری شدهاند بازدید کرد <applause> یکی از مجروحان این حادثه میگوید <applause> همه چیز هنگامی آغاز شد که معترضان شروع به زدن نیروهای پلیس با چماخهای چوبی میخدار کردند ناگهان صدای انفجار نارنجکی را شنیدم وقتی به خودم آمدم دیدم از بازویم خون میآید و پایم شکسته است <applause> رئیس جمهوری اوکراین در جمع زخمی شدگان قول داد که عاملان این حادثه دستگیر شوند. خبرنگاری یورو نیوز می گوید دفتر دادستان در حال دادرسی کیفری اتفاقات خشونتبار بیرون از پارلمان است. پلیس 18 نفر از جمله پرتاب کننده نارنجک به سوی نیروهای پلیس را دستگیر کرده. آرسنی یاسنیوک نخست وزیر اوکراین برای این شخص درخواست مجازات حبس ابد کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در جمع خبرنگاران درباره شرایط حاضر گفت بدبختانه ما در حال اصلاح قانون اساسی هنگام کارزارهای انتخاباتی هستیم و باز بدبختانه در هر کشوری سیاستمداران تلاش می کنند تا از این فضا برای به دست آوردن درصد بیشتری از آرا سود برند این هیچ ربطی به منافع ملی ندارد بیش از 70 درصد اوکراینی ها از اصلاح قانون اساسی حمایت می کنند در بیرون از پارلمان اوکراین روز سهشنبه دست برای یادبود افسر گارد ملی کشته شده در پی انفجار روز پیش گذاشته شد.